سلام و عدب. خدمت شما شاگردای عزیز و نازنین امیدوار هستم که جور باشین و صحتمند شاگردای عزیز و نازنین فصل اول از کیمیا صنف هشت به آخر رسید رسیدیم به فصل دوم که امروز درس اول از فصل دوم کیمیا صنف هشت رو در خدمت شما عزیزان هستی. نمبر ارتباطی ما شما را یادتان نره و شاگردهای عزیز دو سفیر نو سد و شست و چار اف سد و اشتاد دو سد و و پنج چل سزده می باشه که از طریق می تانید با ما ارتباط برقرار کنید خب شاگردهای عزیز نازنین می رویم درس امروز آغاز کنیم موضوعیت این فصل در رابطه با جدول دوره ایز شاگردهای عزیز امروز در این فصل ما شما می خواهیم یاد بگیریم که جدول دوره چی است و همچنان در رابطه با تاریخچه تشکیل جدول دوره با هم کار کنیم و یاد بگیریم و که امروزه جدول دوره شامل چی بخش های اساسی می باشه با هم یک جای کار کنیم. خب عزیز نازنین از آنجایی که جدول دورایی از عناصر تشکیل شده است پس بنابراین لازم است که ما و شما بدانیم که عناصر به چند دسته منقسم میشه و عناصر در اطراف ما به چه صورت موجودیت دارد به طور کلی شاگرد عزیز نازنین 118 سد تا به امروز کشف شده است که 92 انصور آن به طور طبیعی در طبیعت موجودیت می باشند. طور مثال شما فرض کنید عناصری مانندی نقره سلفر و سیماب و عناصر دیگر مانند کربن آهن میتونه که به صورت طبیعی در سطح زمین یافت شود یا فرض مثال در بدن ما و شما های طبیعی موجود هست مانندی هیدروژن اکسیژن و نیتروژن این عناصری است که در به طور طبیعی در بدن ما و شما موجود است کل دقیقه اناسور که گفتیم چی اناسور که در بدن ما و شما به طور طبیعی وجود داره و چی اناسوری که به طور طبیعی در سطح زمین یافت میشه به حیثی این 92 انسور طبیعت به شمار می آید. ما بقیه انسور ها شاید از 118 انسور، طور مصنوعی در های حسایی توسط علما و دانشمندان ساخته می شه و تولید می شود. که عناصر مصنوعی را شاگردای عزیز و نازنه باز در درس های بعدی و در فصل بعدی برایتان بیشتر تشریح می کنیم که این عناصر چه قسمی عناصر می باشند. عناصری که در اطراف ما و شما موجودیت داره به اساس خاصیت هایی که داره شاگردای عزیز نازنین به سه دسته منقسم میشه دسته اول فلزات می باشه مثالش سرب میتونه باشه که شکلش هم مشاهده میکنید در قسمت یا به طور مثال آهن هم میتونه باشه دسته دوم غیر فلزات هست مانندی سلفر که شکلش را در شما مشاهده می و دسته سوم شبه فلزات می باشه عنصر انصور که باز شکلش را در شما مشاهده می کنید شبه فلزات شورده عزیز این نظرین خواستی داره که نه به جمله فلزات به حساب می آید و نه به جمله غیر فلزات خواستی داره ما بین فلزات و غیر فلزات که با خواص فلزات و غیر فلزات و همچنان شیب فلزات شاید عزیز این نازنین باز در درس های بعدی به طور کامل و مفصل شما آشنایت پیدا میکنید و با هم یاد میگیریم که فلزات چه خاصیت های داره و غیر فلزات چه خاصیت های میتونه داشته باشه خب حالا که شایده عزیز و نازنین یاد گرفتین که اناسور به چند دسته منقسم میشه و چه قسمی اناسور در اطراف ما موجودیت داره می رویم یک نگاهی به تاریخچه تشکیل جدول دورهی داشته باشیم. در چندین سال قبل از عزیز نازنین دانشمندی به نام مندلیوف آمد اناسوری که پیشتر بهتان گفتم چی طبیعی و چی مصنوعی را بر اساس ازدیاد کتله اتمی مرتب کرد و جدولی به دست آمد مانند جدولی که در سلایت مشاهده می کنید. می بینید که در این جدول اناسور بر اساس ازدیاد کتله اتمی خود مرتب شده از شاگردای عزیز نازنه خب یک مشکل اساسی در جدول مندلیوف مشاهده کرد مندلیوف بعضی از جاهای خانه هایی که این قسمت شما مشاهده میکنید را خالی قرار داد چرا از این خاطر که فکر میکرد که اندازه گیری ممکنه که اندازه گیری کتله اتمی بعضی از عناصر خطا رخ داده باشد درست اندازگیری نشده باشد به همین خاطر بعضی از خانه های جدول را خالی قرار داد دانشمند دیگه اومد به نام هندری و موزلی موزلی که کاشیفی ذره نیوترون هم می باشد این دانشمند بعد از مندلیوف آمد مشکل جدول مندلیوف را حل کرد به این صورت که آمد اناسا را بر اساس ازدیاد نمبر اتمی مرتب کرد و در اناسا را در جدول دوره قرار داد و دید که مشکلی جدول مندلیو فل شد و جاهای خالی به طور کامل پر شد. که امروزه ما جدول دوره را نازنین بر اساس امین نمبر اتمی مرتب شده داریم که با اون کار میکنیم و جدولی را که امروزه ما با اون کار میکنیم به این صورت هست که در شکل و سلاید مشاهده می کنید. می بینید که در این سلاید یا در این شکل اتم ها بر اساس نمبر اتمی خود مرتب شده است بر اساس ازدیاد نمبر اتمی مرتب شده است که یک جدول کاملا پیش و کامل هست که ما شما امروزه را قبول داریم. پس دقت کنید شاگردای عزیز نازنین این نکته را که اولین بار جدول دوره‌ای توسط دانشمند به نام مندلیوف مطرح شد که پایه و اساس جدول دوره‌ای را پایه‌گذاری کرد و تشکیل داد و بعد از او دو دانشمند دیگر به نام هنری و موزلی این جدول را تکمیل کرد و طور کلی جدول دوره‌ای که ما و شما امروز با آن کار میکنیم شاگردای عزیز نازنین از دو بخشی اساسی تشکیل شده است بخش اول گروپ ها یا فامیل ها می باشه. بخش دوم پریود ها یا دوره یا تناوب هم با آن گفتن می داریم. این دو بخش اساسی یک جدول دورهی می باشد که گروپ ها یا فامیل ها که نام دیگه آن هست ستون های عمودی می باشد شاگرده نازنین که در این شکل شما به طور واضح مشاهده می کنید. خب شایده نازنین هر جدول دوره شامل چهارده تا گروپ می باشه که در این شکل برای تون به طور واضح مشخص شده است. اما دوره یا پریود شاگردای عزیز و نازنین به قطارهای افقی گفته می شود به این صورت که در شکل برایتان مشخص شده هست و هر جدول دوره شامل هفت دوره یا تناوب یا پریود می باشد این شکل کلی یک جدول دوره ای است که باز در درس بعدی در رابطه با هر کدام از این گروپ ها و دوره ها با هم کار می کنیم که چه عناصری در این گروپ ها و دوره ها قرار گرفته جای گرفته و خصوصیات هر کدام به چه صورت می باشد خب یک کار خانگی برایتون آوردیم که بعد از اینکه درس مطالعه کردین شاگردای عزیز این کار خانگی را در کتابچه های خود منتقل میدید و حل میکنید و برای ما روان میکنید جدول دوره رو اولین بار کدام دانشمند مطرح کرد این خیلی سوال مهمی باشه که را بعد از اینکه درس مطالعه کردین جواب میدین سوال بعدی بخش بعدی جدول دوره ای شاملی جای خالی و جای خالی می باشد که در آخر درس برایتان گفتیم. امروز جدول دورهی بر اساس چه معیاری ساخته شده هست؟ ای رو هم با توجه به که درس مطالع خوب مطالعه کردین میتونید به سال جواب بیتین و بر ما روان کنید. خب شاگردای عزیز یک خلاصه از درس امروز ما شما داشته باشیم که امروز چی یاد گرفتیم. امروز ما و شما یاد گرفتیم شاگردای عزیز و نازنین که جدول دورهی شامل دو بخش اساسی گروپ ها یا فامیل ها و پریود ها یا دوره ها می باشه که فامیلیم که در جدول دورهی چهارده تا گروپ داریم و هفت تا دوره یا تناوب داریم همچنان در رابطه با تاریخچه تشکیل جدول دورهی گفتیم گفتیم دو دانشمند به نام مندلیوف که اولین بار توسط این دانشمند جدول دورایی مطرح شد و دومین بار هنری و موزلی آمد جدول را تکمیل کرد مندلیوف جدول دوره را به اساس ازدیاد کتله اتمی مرتب کرد و دانشمند دیگر هنری و موزلی جدول دوره را به اساس ازدیاد نمبر اتمی مرتب کرد و جدول کامل شده ای است که امروز ما شما با آن کار میکنیم بعد از او در رابطه با چی صحبت کردیم در رابطه با عناصر که به سه دسته منقسم میشد فلزات غیر فلزات و شبه فلزات فلزات مانند سرب غیر فلزات مانند سلفر شبه فلزات مانند سیلیکان و همچنان گفتیم 118 8 تا به امروز در اطراف ما کشف شده است که 92 انصر در طبیعت یافت میشه که یعنی طبیعی یا به سطح زمین به طور طبیعی موجودیت داره مانند سماب، مانند نقره، مانند سلفر یا میتونه یعنی طبیعی در بدن ما و شما موجود باشه مانند اکسیژن، هیدروژن و نیتروژن. این خلاصه از درس امروز ما و شما بود که یاد گرفتیم شاگردای عزیز نازنین درس امروز ما خلاص شد شما را به خداوند بزرگ می سپارم خدا یار و نگهدار همگیتان باشه